با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 23 ماه دل و سال 1395 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. حمله انتحاری بر سربازان و افسران ارتش در شهر لشکرگاه ولایت هلمند. یو اردو ورونه دلته راغلي و د کابل بانک څخه خپل معاش اخیستی. یو دغه لاډوله نقسل مټر ورته راغی، انفجار یې پشکې وکی. انتقاد احمد ایشچی از کوتاهی لوی سارنمالی به وزارت امور داخله در تأمین عدالت. میتونه معامله باشه، میتونه تشویش و نگرانی را با خود داشته باشه. امانی نشدن بخش بزرگ از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی. سرباز زدن شمار از مقام های دولتی از پرداخت پول های برقشان. و آمادگی دونالد ترامپ برای یک صدور یک دستور تازه درباره مهاجران. جزاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ترگمره انتحاری در شهر لشکرگاه 11 تن جان باختن و بیشتر از 20 تن دیگر زخم برداشتن. این رویداد پس از چاشت امروز در نزدیک نمایندگی کابل بانک انگام رخ داد که شمار از نظامیان برای گرفتن ترخواهشان در برابر این بانک صف بسته بودند و انتحار کننده یک موتر پر از مواد منفجره را در برابر آنان منفجر ساخت. مقام های امنیتی هلمند می گویند که زنان و کودکان نیز مشمول قربانیان این رویداد هستند. نظامیانی که برای گرفتن حقوقشان به دروازه نمایندگی کابل بانک در شهر لشکرگاه صف بسته بودند، آماج حمله انتحاری قرار گرفتند. این رویداد پس از چاشت روز شنبه هنگامی رخ داد که انتحار کننده موتر پر از مواد منفجره را در برابر نمایندگی کابل بانک منفجر ساخت. یو اردو ورونه دلته راغلي و د کابل بانک څخه خپل معاش اخیستی. یو دغه لاډوله نقسل مټر ورته راغی، انفجار یې پشکې وکی. نو تعداد د اردو نه معلومېږي چې څو شهیدان دي، څو زخمیان دي، او ملکي کسان هم په دې کې شهیدان دي. مقام های صحت عامه در شهر لشکرگاه می گویند که در این رویداد 5 نظامی و 6 غیر نظامی جان باختند. گواهان می گویند که زنان و کودکان نیز مشمول قربانیان این رویداد هستند. قلوردوی 215 میوان میگوید که در این حمله انتحاری 3 سرباز ارتش جان باختند و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. بیشتر از دو هفته از حکم لوی سارنوالی برای پیگرد 9 نگهبان جنرال دوستم میگذرد، اما تا هنوز وزارت امور داخله و دیگر نهادها برای آزر ساختن 9 نگهبان کوتاه آمدند. احمد ایشچی وزارت امور داخله و لوی سارنوالی را در این باره به بی‌پروایی متهم می‌سازد و میگوید که احتمال دارد در پس این ماجرا معامله در کار باشد. لوی سارنوالی و وزارت امور داخله در پیوند با این پرونده حاضر به گفتگو نیستند، اما احمد ایشچی هشدار می‌دهد که اگر حکومت توان تأمین عدالت را ندارد و این پرونده را به دادگاه‌های جهانی خواهد کشاند. حکم پیگرد 9 نگهبان جنرال دوستم. السلام علیکم. بیشتر از دو هفته از این حکم لوی سارنوالی در پیوند به آثار وضعیت جنسی احمد ایشچی می‌گذرد. تا هنوز نتیجه عملی شدن این حکم روشن نیست. هیچ جوابی را ما تا هنوز نتانستیم از وزارت داخله دریافت بکنیم که چرا تا هنوز برای تطبیق او حکم لوی سارنوالی اقدام صورت نگرفته.
پیش از این لوی سورنوالی پس از فشارهای زیاد حکم پایگردی نگهبانان جنرال دوستم را صادر کرد. یک منبع میگوید که لوی سورنوالی حراس داشت که در پیوند به این پرونده به ناتوانی متهم شود. از همین رو شب هنگام این حکم را صادر کرد. اما این حکم تا کنون عملی نشده است. اکنون وزارت امور داخله و لوی سورنوالی نیز در این باره دیدگاهی به دست نمیدهند. در قسمت جلب نگهبانای آقای جنرال دوستم یا معاون نخست ریاست جمهوری من فکر میکنم زیاد برخورد سیاسی صورت گرفته تا برخورد قانونی. اگر دولت نتونه قضایا را به صورت جدی پیگیری بکنه و باز هم با بزرگها با معافیت برخورد بکنه و غربا و فقرا و ناتوانها را به محاکمه بکشانه، مصیبت به این هم بیشتر خواهد شد. از رویداد تنش‌آلود احمد اشچی با جنرال دوستم نزدیک به 3 ماه می گذرد. احمد اشچی ادعا کرده است که برای چندین روز در بند جنرال دوستم بود و مورد آزار وضعیت جنسی از سوی معاون نخست ریاست جمهوری و نگهبانانش قرار گرفته است. دفتر معاون نخست رئیس جمهور در این باره دیدگاهی به دست نمی دهد. اما پیش از این اتهام ها را رد کرده است. یافته های نهادهای جامعه مدنی نشان میدهند که تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی در 2 سال نخست حکومت در شعار باقی ماندند. 10 نهاد جامعه مدنی 18 تعهد حکومت وحدت ملی را بررسی کردند و بر بنیاد یافته های این نهادها حکومت کارهای نخستین را برای عملی ساختن این تعهدات انجام دادند. افزایش حضور زنان در نهادهای دولتی یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی بود، اما وزارت امور زنان میگوید که آزار وضعیت زنان در نهادهای دولتی سبب شده است که حتی دختران تازه کار وظایفشان را ترک کنند. 10 نهاد جامعه مدنی 18 تعهد حکومت را از میان 100 تعهد در 2.5 سال نخست کار حکومت پیگیری کرده است. بعد از 2.5 سال از گذشتن حکومت وحدت ملی هنوز در قدم های ابتدایی هستند حکومت. نتیجه این بررسی ها نشان می دهند که دستاوردهای رهبران حکومت در آوردن اصلاحات در روند انتخابات نیز اندک هستند. حتی این شک و گمان وجود دارد که ما نتانیم انتخابات به سالم داشته باشیم، چون تنها اصلاحات موضوع تغییر مدیریت نیست. حکومت در عملی کردن تعهداتش در کار زمینه سازی برای حضور بیشتر زنان در نهادها نیز ناکام بوده است. ده خزو ده آزار ازیاد کچه دیر لوهر اندازه کمکست که در این میان نظارت نهادهای جامعه مدنی از کارهای حکومت نیز کمرنگ گفته می شود. جامعه مدنی هم مثل سایر نهادها یک جامعه مدنی سیاسی است. ما وقتی که دوستای ما میگن که با جامعه مدنی مشوره نشده بود، منظورشان امو جامعه مدنی است که خودشان میخواین باشان مشوره شود، نه جامعه مدنی که دیگران میخواین که با اونا مشوره شود. اما مشاور رئیس جمهور در این باره دیدگاه دیگری دارد. حکومت یک فرد نیست. یک فردی که حتی با تمام انرژی خود، با تمام تعهد خود شب و روز کار کنه، با تنهایی نمیتونه که یک ملت به طرف موفقیت ببره. تأمین امنیت، مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب، آوردن تغییر در دسترخان مردم، رسیدگی به مشکلات شهروندان، آوردن اصلاحات در بخش‌های گوناگون و اشتغالزایی مهمترین تعهدات حکومت بودند. مقام های ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر اوضای امنیتی را برای کار استخراج معدن مس عینک بسیار مناسب می دانند. ولسوال محمد آقا تاکید می برزد که نامنی های اندک موجود در این ولسوالی تا کنون مانع جای هیچ پروژه نشدند. با این حال چگونگی استخراج معدن مس عینک سال هاست که به چالش کشیده شده است. این جاده خاکی به معدن می انجامد که بزرگترین معدن مس در افغانستان و دومین معدن مس بزرگ در جهان است. معدن مس عینک که در 35 کیلومتری کابل در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر واقع شده است، سال هاست که استخراج نشده بر جا مانده است و همه تلاش ها برای پرداختن به این کار به گونه به بنبست برخورده اند. وضع امنیتیش فوق‌العاده خوب است. تعداد بیشتر از نیروهای امنیتی که به خاطر محافظت مس عینک کجا مصروف هستند فعال هستند، مشکلی نیست. در ارتباطی که چی وقت کار شروع میکنن، او برنامه است که مربوط وزارت معدن است. جمعیت ولسوالی محمد آقا به 200,000 میرسد و در این میان 500 خانواده در بخش‌های نزدیک به معدن مس عینک بود و باش دارند.
با این حال مردم میگویند که تا اکنون کار چشمگیری برای استخراج این معدن انجام نشده است. منظوری نکیگی نرازی چوک دولت کوشش نکیدی دی خواته. وقت لس کلا کیگی در سرک بندی مخی کار کهو در میسی اینک وست خوی چوک نکیه و بس. در این میان شرکت MCC چین که جانب قرارداد استخراج این معدن است، حاضر نیست در چارچوب پروژه مس عینک روی شماره از پروژه‌هایی که شامل ایجاد یک کارخانه بزرگ پروسس سنگ‌های مس در کشور و نیز ساخت راه آهن می‌شوند سرمایه گذاری کند. در حدود 15 کیلومتر دورتر از اینجا یکی از بزرگترین منابع درآمد افغانستان نهفته است. برخلاف معادن دیگر کشور، معدن مس عینک در جایی است کم در گستره حاکمیت دولتی قرار دارد و هم چالش‌های امنیتی در این بخش کمتر از دیگر بخش‌هاست. پس چرا تا اکنون کار استخراج این معدن شروع نشده و حتی سرکی که به این معدن می انجامه در چنین وضع قرار داره؟ پیش از این وزارت معادن گفته است که شرکت MCC بررسی‌های اقتصادی و فنی‌اش را با طرح تازه به حکومت افغانستان فرستاده است. اما با گذشت بیش از 6 ماه بررسی‌های وزارت معادن در این باره پایان نیافتند و گفته می شود که این کار تا یک سال به درازا خواهد کشید. آن هم در اوضاعی که وزارت معادن هنوز هم از سوی سرپرست اداره می شود. پناهجویانی که از کشورهای اروپایی برمیگردند در چه وضعیتی به سر میبرند؟ یک جوانی که چند پیش داوطلبان از فرانسه برگشته است، در گوشه‌ای از شهر کابل دکان باز کرده و انار میفروشد، اما بام پولی که در رفتن به اروپا خرج کرده زندگی را بر او تنگ ساخته است. اما شمار دیگر از بازگشت کنندگان در وضع بدتر به سر میبرند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید بیشتر کسانی که از کشورهای اروپایی به کشور برمیگردند در یافتن سرپناه و ادغام مجدد با چالش‌های بسیار روبرو هستند. پس از ماه‌ها سرگردانی در فرانسه به کشور برگشته است. زندگی را اینجا در گوشه از کابل از نو آغاز کرده است. اونجا که اون موالات دیدیم، مردم دیدیم، مردم افغانستان دیدیم چرا اونجا زندگی میکنه، اینجا به خدا چی بگم شما را که سگم نمیکنه اینجا. هرچند این دکان مصارف خانواده صابر را فراهم میسازد، اما بار وام‌های هنگفت بر شانه هایش سنگینی میکند. قرض رحمت از اونجا خرازی نیست، از او وطن رازی نیست. میگه ملک ما خوب است که امیدار پا پیدا کنم او شو امینان نصب باشه خوب است. تا اکنون در حدود 200 مهاجر افغان بر بنیاد تفاهم نامه که میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا در حاشیه نشست بروکسل امضا شد به کشور برگشتند. آلمان اکنون تصمیم گرفته است روند اخراج پناهجویان را سریعتر بسازد. اگر مهاجرانی که اخراج می شوند چند روز پیش از اخراجشان به مراکز خروج آورده شوند سودمند خواهد بود. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان می گوید که افغانستان اخراج آن مهاجران را که مغایر مواد تفاهم نامه باشد نخواهد پذیرفت. موضوع را با جدیت تمام با درک حساسیت های موضوع دنبال می کنیم که هیچ افغان حقش تلف نشه. در سال 2016 میلادی بیش از 10,000 تن از کشورهای اروپایی به کشور برگشتند. بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، 6,800 تن از این پناهجویان داوطلبانه به کشور برگشتند. تلاش های ما همی است که جهانیان را قانع بسازیم تا فقط بسنده نبکنند به عودت یا فراهم ساختن زمینی عودتشان، بلکه در بحث استقرار مجدد از اونا و ادغام مجدد از اونا در جامعه افغانی تلاش بورزند و هزینه بکنند. اروپا در حال روند اخراج پناهجویان را سریعتر می سازد که روند بازگشت مهاجران از پاکستان و ایران نیز دوباره آغاز شده است. از یک هفته بدین سو نزدیک به 4,000 تن از این کشورها به افغانستان برگشتند. رئیس جمهور غنی امروز در یک سفر از پیش اعلام نشده و امارات متحده عرب رفت. جزئیات این سفر تا کنون روشن نیست، اما دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگوید که در این سفر درباره همکاری های دو جانبه و مسائل امنیتی با مقام های اماراتی گفتگو خواهد شد. در این سفر مشاوران نزدیک رئیس جمهور مانند حنیف اتمر، عبدالسلام رحیمی، اجمل غنی و معصوم استانکزی حضور دارند. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز.
دونالد ترامپ میگوید امضای یک دستور دیگر را درباره ممنوع بودن ورود شهروندان برخی از کشورها به آمریکا را زیر نظر دارد. در هفته‌های اخیر تیم حقوقی دونالد ترامپ درگیر جدل‌های حقوقی بودند، اما شمار دادگاه‌های آمریکا دستور ترامپ را درباره ممنوع بودن ورود شهروندان 7 کشور اسلامی به این کشور به تعلیق درآوردند. از سوی هم اتحادیه اروپا میگوید که این مسئله مربوط به سیاست داخلی آمریکا است و اروپا در آن مداخله نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که گواه شکست تیم حقوقیش در دادگاه‌های این کشور بوده است میگوید که در جدال‌های حقوقی آینده برنده خواهد شد و حتی شاید دستور دیگری صادر کند. ما برنده این جدال خواهیم شد. تأسف بار است که زمان بسیاری را در بر خواهد گرفت، اما ما برنده خواهیم شد. گزینه‌های دیگر مانند امضای یک فرمان دیگر نیز در اختیار داریم. ترامپ تاکید می‌ورزد که جلوگیری از ورود شهروندان برخی از کشورها به آمریکا برای حفظ امنیت این کشور است. بررسی‌های بسیار گسترده‌ای خواهیم داشت. باید در کشورمان امنیت بالایی داشته باشیم. مردمان به کشورمان خواهند آمد که به دلایل خوب می‌خواهند در اینجا باشند. از سوی هم اتحادیه اروپا می‌گوید که موضوع مهاجرت یک مسئله داخلی آمریکا است. امریکا یک دموکراسی بزرگ است که نهادها و مردم نیرومند دارند. من و هیچ کشور اروپایی نمیتواند در سیاست داخلی امریکا مداخله کند و خود اروپا نیز نمیخواهد که در امور داخلیش مداخله شود. رئیس جمهور ایالات متحده چند هفته پیش با امضای یک دستور ورود شهروندان 7 کشور اسلامی را به شمول یمن، لیبیا، سوریه، عراق، ایران، سومالیا و سودان به آمریکا ممنوع قرار داد. اما این کار ترامپ اعتراض‌های گسترده شهروندان این کشور را در پی داشت. و اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. تصویرهای گرفته شده در یک مرکز نگهداری پانداها در چین نشان می‌دهند که چوچه‌های پاندا شوخی‌های بسیار دارند. در این تصویرها دیده می‌شود که مادر این پانداها برای اداره آنان با دشواری روبرو شده است. یک زن مصری که 500 کیلوگرم وزن دارد برای درمان به هند سفر کرده است. برای انتقال یافتن این زن به شفاخانه از یک موتر باربری و سپس از یک کرن کار گرفته شد. 7 ماهیگیر پاکستانی که 10 سال در یمن زندانی بودند به پاکستان بازگشتند. این ماهیگیران 10 سال پیش وارد آبهای یمن شده بودند و پس از تلاش‌های چندین ساله کمیته جهانی صلیب سرخ رها شدند. شکسته شدن یک صخره آتشفشانی در ایالت هاوایی ایالات متحده ده‌ها گردشگر و زمینشناس را به خود جلب کرد. پس از شکسته شدن این صخره مواد مذاب آن به دریا ریختند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شمار از نهادهای دولتی و مشترکان شرکت برشنا 6 میلیارد افغانی از صرفه برق به این شرکت بدهکار هستند. در فهرستی که به تازگی از سوی شرکت برشنا به رسانه‌ها رسیده است، در یک بخش از آن به شمول معاون اول رئیس جمهوری، شمار از نمایندگان مجلس و افراد با نفوذ سیاسی و قومی در حدود 3 میلیارد افغانی به این شرکت بدهکار هستند. سخنگوی شرکت برشنا میگوید که شمار از افراد زورمند با وجود بدهکاری‌های چندین ساله‌شان مانع قطع لاین برقشان می‌شوند. سخنگوی شرکت برشنا میگوید که با نشر فهرست پیشین بدهکاران صرفه برق هنوز هم شمار زیاد از این افراد به پرداخت صرفه برقشان اقدام نکردند. چندین بار برق از اینا قطع کردیم، مگر متاسفانه باید بگیم که به شکل خودسر و یا هم به زور ملی سلا دوباره او برق خود بسته میکنند. شمار از باشندگان پایتخت میگویند که زورمندان برق بیشتر مصرف میکنند، پولهای صرفه برقشان را نمیپردازند و با وجود این برق 24 ساعته هم دارند. نمیفهم کسایی که مثلا پول گزاف برقشان ما تحویل نمیکنند، او را از سر مثلا غریب بیچاره میگیرند. بدنه دولت اشخاص تشکیل داده که زورمند هستند، زورگو هستند و پولی که بالایشان برق میآید نمیپردازند.
این هم فهرست نهادهای دولتی که با وجود تخصیص پول صرفه برق در بودجه هایشان بیش از 3 میلیارد افغانی از نپرداختن صرفه برق به شرکت برشنا بدهکار شدند. سخنگوی شرکت برشنا میگوید که وزارت مالیه متعهد شده است که 15% این بدهی ها را بپردازد، اما از کجا؟ نظر به اون بودجه‌ای که تخصیص داده شده در عرصه برق به اون اندازه مصرف کنند و اگر بیشتر مصرف کنند لطفاً تخصیص خود بیشتر بسازند. چون این قرضداری ها ارتباط به سالهای گذشته میگیرد، تمام ارقام جمع‌آوری گردد تا بر اساس امکانات و سرجم بودجه ملی افغانستان در قسمت پرداخت باقی مانده از او اقدام صورت گیرد. شرکت یاسر نبیزاده با بدهی حدود 40 میلیون افغانی و معاون اول ریاست جمهوری با بدهی بیش از 33 میلیون افغانی بزرگترین بدهکاران شرکت برشنا در شهر کابل هستند. خواستیم در این بار نظر مسئولان دفتر معاون اول را داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند. از سوی هم شما را از باشندگان پایتخت شرکت برشنا را در گردآوری درآمدهایش ناتوان می‌دانند و می‌گویند که این شرکت باید قانون را به گونه یکسان عملی سازد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 90 پول، یک یورو 71 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1020 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 618 افغانی. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد تقدیم. این نخستین بار است که کنفدراسیون فوتبال آسیا کارگاه مربیگری درجه یک را در افغانستان برگزار کرده است. در این کارگاه مربیان کشور به گونه عملی و نظری برای یک ماه زیر نظر مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا آموزش خواهند دید. برای اولین بار در تاریخ افغانستان یک گروپی از جوانان، یک گروپی از ترنرهای ما با داشتن مدارک لیسانس ای در صحنه فوتبال افغانستان ظاهر شوید. تو راستای سیاست های AFC حتما برای باشگاه ها شما نیاز دارید که مربیاتون دوره A رو گذرونده باشن تا بتونن به عنوان مربی رو نیمکت تیم ها بشینن و تیم ها رو هدایت کنن. در پایان این کارگاه پس از آزمون برای چهره های برتر گواهی نامه مربیگری درجه یک کنفدراسیون فوتبال آسیا داده خواهد شد. ظرفیت مربی بسیار بلند میره و دانش مربیگری از اون افزایش پیدا میکنه و میتونه خیلی کمک بکنه به حرفه‌ای شدن و فوتبال در افغانستان. پیش از این یوسف کارگر و طاهر رؤوفی توانستند که گواهی نامه های درجه یک مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست بیارند. پایتخت میزبان دختران تکواندوکار ولایت‌های بلخ و ایرات است. در پایان این پایکارهای انتخاباتی در پهلوی گزینش 32 مبارز برتر به تیم ملی تکواندو افغانستان، 5 مبارز برتر برای شرکت در بازی‌های کشورهای اسلامی 2017 میلادی آذربایجان نیز برگزیده خواهند شد. پنج سال میشه از ویت تیم ملی دارم و امسال که میبینم زیادتر طبقه اونات به تکواندو رو آوردن و بسیار دشوار است که پس یعنی مقام اول بگیرم. 100% سر خود اطمینان دارم، با یک روی بسیار قوی آمدیم، با یک آمدگی بسیار قوی انشاءالله بازم طلایی است. ما در تلاش رسانیدن دوافترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 رو بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.